پای بخش خصوصی به واردات واکسن کرونا در ایران باز شده. سه شرکت مجوز دریافت کردند تا با ارز نیمایی واکسن بخرند. افزایش نگرانی‌ها از شکاف و تبعیض در دریافت واکسن کرونا. کرملین در مرکز تنش‌ها با اروپا. چک و روسیه دیپلمات‌های یکدیگر را اخراج کردند. تنش‌ها در مرز اوکراین و روسیه هم بالا گرفته. انقلاب 12 باشگاه بزرگ اروپایی. سوپرلیگ اروپا با حضور تیم‌های قدرتمندی از اسپانیا، ایتالیا و انگلیس از تابستان امسال آغاز به کار می‌کند. یوفا تهدید به تحریم بازیکنان کرده و فیفا گفته سوپرلیگ را به رسمیت نمی‌شناسد. و کام‌هایی که سرخوشی و آرامش می‌آورند اما دودش به چشم دولت‌ها می‌رود. تجربه متفاوت کانادا از قانونی کردن تولید و عرضه ماریجوانا. مشتری ها راضی اند و دست قاچاقچیان هم کوتاه شده. فاجعه بار. این توصیف عضو ستاد مقابله با ویروس کرونا از وضعیت همه‌گیری در ایران است. آمار قربانیان روزانه به بیش از 400 نفر رسیده و کادر درمان زیر بار فشار 14 ماه خدمت در خط مقدم این همه‌گیری خسته و درمانده شده. بر اساس آمار رسمی، ایران تاکنون حدود 1,800,000 دوز واکسن کرونا دریافت کرده و از این میزان کمی بیش از 500,000 دوز تزریق شده. مقامات بهداشتی که از تامین واکسن مورد نیاز شهروندان مایوس شدند، حالا صحبت از واردات واکسن توسط بخش خصوصی می‌کنند. سه شرکت خصوصی هم تاکنون مجوز خرید و واردات واکسن را کسب کردند. تناقض‌گویی‌ها درباره فروش واکسن به متقاضیان خارج از نوبت با قیمت مصوب هم ادامه دارد. اینکه شرکت‌های خصوصی چگونه در این بازار پررقابت می‌توانند واکسن وارد کنند و قرار است هر دوز به چه قیمتی فروخته شود سوالاتی است که در این برنامه به آن می‌پردازیم. ابتدا گزارشی ببینیم از همکارم رها باوت. هیاهوی واردات واکسن توسط بخش خصوصی، از حرف تا عمل. جواز واردات واکسن با ارز نیمایی به سه شرکت خصوصی. سه شرکتی که نه نام و نه صاحبان آنها تا کنون اعلام نشده. اما آنچه اعلام شده، ارائه ارز نیمایی و سوداوری بالای چنین تجارتی است. دولت روحانی بدون ارائه توضیح قانع کننده تا کنون یا نتوانسته یا نخواسته واکسن به مقدار قول داده شده را به موقع وارد کند. حالا هم بر واردات واکسن توسط بخش خصوصی مانور می دهد. در چارچوب واکسن هایی که وزارت بهداشت درمان مشخص کرده و معین کرده، هر بخش خصوصی با ارز نیمایی میتونه واکسن رو وارد کنه بیاره و در بیمارستان‌های خصوصی دولتی هر جایی که وزارت بهداشت درمان میگه مناسب هست اونجا این تزریقات انجام بگیره. حتی اگر یک کارخونه بزرگ، یک تولید کننده بزرگ برای کارگرای خودش میخواد بره بیاره وارد کنه، بره با هماهنگی بره وارد کنه بیاره واکسن استفاده کنه. اساس اینه که واکسنی که ما وارد میکنیم و به صورت مجانی استفاده خواهد شد، اون حساب دیگری داره، یک برنامه ای داره، طبق اون برنامه ما عمل میکنیم. حالا ممکنه به افراد عادی یکم دیرتر برسه. چرا یه ایرانی برای زدن واکسن پاشه از اینجا بره یک کشور دیگر، پول بلیط هواپیما، هتل، گرفتاری، یک ماه بمونه برای اینکه واکسن تزریق برداریم بیاریم اینجا؟ چه مشکلی ما داریم؟ اصلا مشکلی با نداریم. حیدر محمدی، مدیر کل امور داروی سازمان غذا و دارو، با تایید صدور این مجوزها شرایط اعطای چنین مجوزی به دیگر شرکت‌ها را تایید وزارت بهداشت و اخذ نمایندگی از طرف تولید کننده واکسن خارجی همراه با تایید اتاق بازرگانی کشور مبدا و همچنین تاییدیه سفارت ایران برشمرد. چنین فرایندی ممکن است ماه‌ها طول بکشد و پاسخگوی نیاز مبرم و فوری شهروندان ایرانی نخواهد بود. علاوه بر این، آنچه که سوی دیگر این معامله توسط بخش خصوصی است و مسئولین هیچ توضیحی در مورد آن نمی‌دهند، امکان خرید و سپس واردات واکسن خارجی توسط بخش خصوصی است.
شرکت داروسازی استرازنکا در پاسخ به ایران اینترنشنال تایید کرده که در حال حاضر عرضه واکسن به بخش خصوصی امکان پذیر نیست و اولویت فروش واکسن به دولت‌ها و نهادهای درمانی است. به عبارت دیگر این همه هیاهو برای هیچ. رها باوند، ایران اینترنشنال. دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس به ما پیوستن. خوش اومدین به برنامه امروز. آقای توفیقی، چرا دولت ایران رو آورده به بخش خصوصی برای واردات واکسن؟ خب اگر این واکسن ها قرار باشه توسط یک سری شرکت های خاص، اونم با عرض نیمایی وارد بشه، فکر نمی کنین که رانت ایجاد بشه این وسط؟ قطعا به همین ترتیب خواهد بود، یعنی اولین اتفاقی که خواهد افتاد ایجاد رانت. البته این کاری که دارن میکنن به نظر من یک شکست اخلاقی است، شکست اخلاقی که زیر مجموعه ناکارآمدی های نظام جمهوری اسلامی است. ببینید، در هیچ کجای دنیا در حال حاضر که در وسط یک پاندمی مرگبار هستیم، دولت ها وظیفه تأمین واکسن و تزریق اون به شهروندان خودشون رو به بخش خصوصی محول نکردن. دلیل خیلی واضحش هم این هستش که بخش خصوصی اولین چیزی که در نظر میگیره سود هستش، در حالی که در مورد پاندمی اولین نکته‌ای که باید در نظر گرفته بشه نجات جان انسان‌ها و کنترل اون چرخه انتقال ویروس هستش. در رابطه با رانت هم من فکر میکنم که اتفاقاً وقت این اتفاقات رو الان وقتی کنار اون صحبت‌های سه روز پیش آقای نمکی قرار میدیم که گفتند هر ماسک فروش و سیمان فروشی از فردا اگر بخواد واکسن وارد بکنه که اینطور نمیشه، خب این میتونه نشانه‌های همون ورود واکسن توسط بخش خصوصی باشه. البته به احتمال زیاد این مسئله خارج از کانال وزارت بهداشت در حال جریان هستش و به همین دلیل هم آقای نمکی به اون اعتراض کرده. در مجموع من فکر میکنم این کار هم مثل همه کارهای دیگه وقتی که به بخش خصوصی سپرده بشه، چون این بخش خصوصی عملا بخش خصوصی نیست، یک بخشی است که رانت داره و معمولا وصل به مراکز قدرت مثل نهادهای امنیتی و بیت رهبری هستش، در این صورت به نظر من مشکل رو بیشتر خواهند کرد. آقای توفیقی، اشاره کردین به مشکلات اخلاقی که این طرح داره و اینکه خب چه مسائلی ممکنه ایجاد بکنه. خیلی ها نگران همین تبعیض و شکافی هستن که بین قشر برخوردار در ایران و قشر آسیب پذیر ممکنه ایجاد بشه. فکر می‌کنین که چه خطری سیستم بهداشتی ایران رو تهدید می‌کنه با این روند؟ ببینید، این داستان منجر به دو نکته بسیار منفی خواهد شد که به نظر من در گزارش شما هم بود که خانم دکتر مهرز گفتن که وضعیت اپیدمی در ایران وضعیت فاجعه‌آمیز پیدا کرده و عمق این فاجعه رو بیشتر خواهد کرد. اولین نکته این هستش که شما وقتی واکسن رو بر اساس نه اولویت‌های علمی و آنچه که امروز سازمان بهداشت جهانی روی اون تاکید می‌کنه، یعنی مسئله افرادی که سن بالا دارن یا افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن، کادر درمان و کسانی که در خط مقدم مبارزه هستن، وقتی که به جای این اولویت‌ها تنها اولویت میشه تمکن مالی، این خطر وجود داره که این تبعیض‌هایی که شما گفتید تشدید بشه و از اون طرف هم معلوم نیست که این واکسن‌هایی که وارد میشه واقعاً واکسن‌های مؤثری باشه، چون همونطور که شما هم در گزارشتون بود بعیده که شرکت‌های معتبر حاضر بشن طرف قرارداد با شرکت‌های خصوصی در این وضعیتی بشن که تمام دولت‌ها یک جنگ و رقابت خیلی وسیعی برای تهیه واکسن‌ها رو دارن. بنابراین به احتمال خیلی زیاد این واکسن‌ها واکسن‌هایی خواهد بود که از شرکت‌های دست چندم و یا با واسطه وارد خواهد شد و اعتبار اونها اون رعایت زنجیری انتقال سرد که باید وجود داشته باشه تا اثر بخشی واکسن رو کامل بکنه، اینها زیر سوال خواهد رفت و این به جای اینکه سیستم بهداشتی ما رو دچار یک وضع بهتری بکنه به نظر میرسه که عمق فاجعه رو بیشتر خواهد کرد. ممنونم از شما دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس. در حالی که واکسن کرونا این روزها کالای مطلوب جهان است، بسیاری از شرکت‌های داروسازی در فکر افزایش خط تولید خود هستند تا بتوانند سهم بیشتری از این بازار پر رونق را داشته باشند.
در این میان کشور چین در خط اول ایستاده و خیال دارد ظرفیت تولید واکسن در این کشور را طی 2 سال به 5 میلیارد دوز برساند. ادعایی که بر اساس ارزیابی نشریات شرق آسیا با تردیدهای مختلفی روبروست. توماج تاه‌باز گزارش می‌دهد. مقام‌های چینی می‌گویند در حال زیر و رو کردن کارخانه‌ها و صنعت واکسن‌سازی خود هستند. صنعتی که حالا در رأس پیشبرد یکی از مهمترین برنامه‌های دولت چین قرار گرفته، یعنی دیپلماسی واکسن. مدیر انجمن واکسن‌سازی چین فنگ دووجا اخیراً گفته کشورش تا آخر همین امسال واکسن کافی برای حدود 1 میلیارد نفر از شهروندان و همین مقدار برای صادرات تولید خواهد کرد. داده‌ها و آمار نشان می‌دهند تا اواخر اسفند چین به اندازه مجموع صادرات اتحادیه اروپا و هند واکسن به کشورهای مختلف فرستاده، رقمی که قابل توجه است. اما بلند پروازی پکن در پیشبرد سیاست‌های خود با استفاده از تولید، ارسال و اهدای واکسن با چالش‌های مختلفی روبرو شده. نخستین چیزی که طی این ماه‌ها توجهات زیادی را به خود جلب کرد مسئله کارایی واکسن‌های اصلی چینی مثل سینوواک، سینوفارم یا کنسینو است. کارایی ها بین 50-79% برآورد شده، اما مطالعات مختلف ارقام دیگری را هم نشان می دهد. مثلا مطالعات اولیه واکسن سینوفارم در پرو که 33% کارایی را نشان داده. مسئله دیگر دیر کرده هفته های گذشته در ارسال واکسن به کشورهای دیگر و همینطور گزارش های رسمی از کمبود واکسن در برخی از مناطق خود چین است. بنابر تحقیقات تازه‌ای در نشریه ژاپنی نیکی، چین برای اینکه طبق برنامه خود تا ماه ژوئن به 40% جمعیت واکسن بزند، باید همین الان به نرخ 11.5 میلیون دوز واکسن در روز برسد. تولید فعلی بیانگر چنین ظرفیتی نیست. به گفته روزنامه هنگ کنگی ساوت چاینا مورنینگ پست، رقم‌های وعده داده شده برای تولید واکسن 10 برابر بیشتر از کل ظرفیت‌های موجود در چین تا پیش از همه‌گیری کووید است. در نهایت کشورهای غربی که در واکسن زنی موفق عمل کردند ممکن است به ارسال واکسن‌های پیشرفته خود سرعت ببخشند، آن وقت چه بسا دیپلماسی واکسن چین با رقیبان جدی روبرو شود. هرچند خیلی از کشورها همچنان به صدها میلیون دوز واکسن نیاز خواهند داشت. توماج تاه‌باز، ایران اینترنشنال، سئول. در حالی که تنش بین اوکراین و روسیه بالا گرفته، جمهوری چک مسکو را به دست داشتن در انفجار یک انبار مهمات در پاییز سال 2014 محکوم کرده. پلیس چک معتقد است دو مظنون اصلی این انفجار همان کسانی بودند که سرگئی اسکریپال، جاسوس سابق روسیه، و دخترش یولیا را در شهری در بریتانیا مسموم کرده بودند. از سوی دیگر حال الکسی ناوالنی، منتقد ولادیمیر پوتین، در زندان رو به وخامت است. او مدتی است که بازداشت شده و در اعتصاب قضا به سر می‌برد. پزشک آقای ناوالنی به رسانه‌ها گفته ممکن است او هر لحظه جانش را از دست بدهد. تحولاتی که نگرانی و سرزنش‌های بین‌المللی را به دنبال داشته. هومن میرقاسمی و جزئیات بیشتر. بحران در روابط خارجی روسیه. در آخرین تحولات جمهوری چک و روسیه به دیپلمات‌های یکدیگر چند ساعت فرصت دادند تا خاک کشورهایشان را ترک کنند. به دلیل اینکه پراگ، ناتو و اتحادیه اروپا را از دست داشتن روسیه در انفجار در یک انبار مهمات در شرق جمهوری چک مطلع کرده. انفجاری که مهر ماه 1393 رخ داد و 2 کشته به جا گذاشت. در آن زمان علت انفجار وقوع حادثه عنوان شد. ولی حالا جمهوری چک 2 فرد به نامهای الکساندر میشکین و آناتولی چپیگوف را مظنونان اصلی این انفجار معرفی کرده و اعلام کرده هر دو آنها مأمور اطلاعات ارتش روسیه هستند. به علاوه پلیس جمهوری چک معتقد است این دو همان کسانی بودند که 3 سال پیش یک جاسوس سابق روسیه و دخترش را در سالزبری بریتانیا با ماده سمی نویچوک مسموم کرده بودند. ادعاهایی که کرملین رد کرده و آنها را تحریک‌آمیز و غیر دوستانه خوانده. از طرف دیگر تحرکات نظامی در مرز روسیه و اوکراین رو به افزایش است. افزایش نیروهای ارتش روسیه در مرز اوکراین بسیار نگران کننده است. بیش از 150 هزار نیروی ارتش روسیه در مرز اوکراین و روسیه و کریمه مستقر هستند. خطر بالا گرفتن تنش مشهوده. ما باید اوکراین رو به خاطر خیشتنداریش تمجید کنیم. ما از روسیه میخوایم تنش‌ها رو کاهش بده و اونها رو خنثی کنه.
هفته گذشته هم به دستور ولادیمیر پوتین رفت آمد کشتی‌های نظامی غیر روسی در بعضی مناطق دریای سیاه به مدت 6 ماه محدود شد. یکی از این مناطق نزدیک تنگه کرچ است که بخشی حیاتی از صادرات غلات و فولاد اوکراین از آنجا می‌گذرد. و در نهایت شرایط نگران کننده الکسی ناوالنی منتقد پوتین. پس از گذراندن یک دوره درمان در آلمان او به روسیه بازگشت و به اتهام اختلاس دستگیر و دادگاهی شد. در اعتراض به عدم رسیدگی کافی پزشکی، ناوالنی 20 روز است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد. الکسی ناوالنی حالا به بیمارستان زندان منتقل شده، به پزشکان او اجازه ملاقات نمی‌دهند و نزدیکانش می‌گویند ناوالنی هر لحظه با خطر ایست قلبی و نارسایی کلیه مواجه است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا وضعیت این منتقد کرملین را غیر منصفانه خوانده و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر نگرانی عمیق این اتحادیه تاکید کرده. رویکرد کشورهای غربی به رفتار متخاصمانه روسیه نشان از کاهش آستانه تحمل این کشورها و آمادگی بیشتر برای پاسخ به آنها دارد. حالا می‌خواهد فعالیت‌های امنیتی فرامرزی باشد یا تحرکات نظامی و برخورد با منتقدان. روسیه زیر ذره بین است. هومن میرقاسمی، ایران اینترنشنال. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام به ما پیوستند. خوش اومدید آقای عطابکی به برنامه امروز. ما چند روز پیش گفتگو کردیم راجع به تنش‌ها میان روسیه و اوکراین، اما در 2 روز اخیر بین چک و روسیه هم تنش‌ها بالا گرفته. دیپلمات‌هایی هستند که دارن اخراج میشن، از اون طرف اتهامات سنگینی متوجه روسیه هست. چقدر فکر می‌کنین جدی باشه این تنش‌ها و به کجا برسه؟ خب تنش‌ها بسیار جدیه. نخست اشاره کنم که جمهوری چک اوکراین نیست. جمهوری چک از سال 1999 به عضویت ناتو در اومده و ناتو ملزمه که اگر امنیت جمهوری چک به خطر بیفته باید کس حمایت این جمهوری کم نیاره. بنابراین روسیه هم با احتیاط به جمهوری چک نگاه میکنه و اون رو همسنگ اوکراین نمیبینه. اما همینجا اشاره کنم که جمهوری چک شواهدی رو ارائه داده به اتحادیه اروپا و به سازمان ملل که این شواهد همه حاکی از اینه که وزارت امنیت داخلی روسیه و یک واحد کاملا سری امنیتی در این وزارت خونه نقش بسیار تعیین کننده و چشمگیری داشتن ناآرامی هایی که در این کشور در سال 2014 و به ویژه در اون انفجاری که ما داشتیم در شرق جمهوری چک داشتن. بنابراین در حال حاضر روسیه در وضعیت بسیار بسیار زیر فشاری قرار داره از سوی اتحادیه اروپا. البته همینجا اشاره کنم که اتحادیه اروپا هم محدودیت‌های خودش رو داره. آقای عطابکی، موضوع مورد اختلاف مهم دیگه که بین اتحادیه اروپا و روسیه هست الان ماهاست الکسی ناوالنیه. در زندان، حالش رو به وخامت، در اعتصاب قضاست و میگن هر لحظه ممکنه جانش رو از دست بده. اگر الکسی ناوالنی در زندان بمیره چه تبعاتی برای روسیه خواهد داشت؟ آنچه که میدونیم از پیشینه جمهوری فدراتیو روسیه در رابطه با رفتاری که با مخالفانش داده، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. این متاسفم که این رو بگم، به خاطر اینکه آقای پوتین و حلقه کوچک کرملین هیچگاه اعتنایی به سلامتی کسی که در حقیقت تمامی مشروعیت این حکومت رو زیر سوال برده وقعی نمیگذارد. اشاره کنم که آقای ناوالنی به یک قمار بسیار بزرگی زد. یکی از سازمانهایی رو شکل داد، سازمان شفافیت، و در اون سازمان لیست کسانی که در فساد گسترده در روسیه نقش داشتند رو عیان کرد. به داوری کرملین این یعنی آب به آسیاب قدرت‌های غربی ریختن و در حقیقت جاسوسی کردن برای ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و گناهی بسیار نابخشودنی. بنابراین اینکه انتظار داشته باشیم آقای ناوالنی از زندان بیرون بیاد، آزادانه بتونه فعالیت داشته باشه، به هیچ رو من بر این داوری نیستم. اما اینکه سلامتیش رو به هر صورت نقشی خواهند داشت، به کشوندنش به بیمارستان و زیر مداوا قرار دادنش جای تردید نیست.
ممنونم از شما تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام. چند خبر کوتاه بشنوید از جهان. آنالنا باربوک به اتفاق آرا به عنوان نماینده حزب سبزهای آلمان برای جانشینی آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور انتخاب شد. اگر این حزب بتواند در انتخابات پارلمانی آینده پیروز شود، خانم باربوک 40 سال جانشین خانم مرکل می شود. حزب سبز دومین حزب قدرتمند آلمان بعد از حزب دموکرات مسیحی است و شانس خوبی در انتخابات پارلمانی آینده دارد. آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به مرگ جورج فلوید امروز برگزار شد و قرار است هیئت منصفه بعد از آن وارد شور شود. قتل درجه دو جدی‌ترین اتهامی است که ممکن است علیه افسر سفیدپوست پلیس که حالا اخراج شده صادر شود. این اتهام 40 سال حبس به دنبال دارد که بر اساس قوانین ایالتی میتواند تا 12 سال کاهش پیدا کند. جورج فلوید از سیاهان آمریکا بود که سال گذشته هنگام دستگیری با فشار زانوی افسر پلیس کشته شد. در پی کاهش محدودیت‌های همه‌گیری ویروس کرونا در اسرائیل، تمامی مدارس در این کشور بازگشایی شدند و دستورالعمل استفاده از ماسک در مکان‌های عمومی لغو شد. بیشتر محدودیت‌های همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور در پی واکسیناسیون سراسری لغو شده. اسرائیل در یک برنامه فشرده 53% از جمعیت خود را واکسینه کرده. احزاب سیاسی مذهبی پاکستان روز دوشنبه در کراچی اعتصاب کردند. آنها از عملیات پلیس علیه یک گروه سیاسی اسلامگرای غیرقانونی خشمگینند. در حمله روز گذشته پلیس به این گروه اسلامگرا، سعد رضوی رهبر این گروه دستگیر شد و 3 تن دیگر در درگیری کشته شدند. به گفته پلیس، اعضای این گروه پیشتر به یک مرکز پلیس حمله کرده و 11 افسر را گروگان گرفتند. اعضای این گروه خواستار اخراج سفیر فرانسه در پی انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام در مجله شارلی ابدو شده بودند. حراج کریستیز از نقاشی ژی بی هونگ، هنرمند تاثیرگذار چینی، رونمایی کرد. پیش بینی می شود این نقاشی که برده و شیر نام دارد به قیمت حداقل 45 میلیون دلار به فروش برسد. این نقاشی بر اساس افسانه های باستان در سال 1924 کشیده شده و شیر در آن نماد ظهور ملت چین است. و بشنوید از انقلاب در دنیای فوتبال. 12 باشگاه بزرگ اروپا امروز اعلام کردند که لیگ جدیدی تحت عنوان سوپر لیگ اروپا از تابستان امسال آغاز خواهد شد. این 12 تیم در قراردادی 23 ساله قرار است به همراه 8 تیم دیگر لیگ جدید را راه اندازی کنند. ظرف چند ساعت از اعلام این خبر حجم مخالفت ها با آن بسیار زیاد بوده، تا جایی که بوریس جانسون و امانوئل مکرون، رهبران بریتانیا و فرانسه، هم به شدت علیه این لیگ موضع گرفتند. جلسات فشرده اتحادیه‌های فوتبال اروپا هنوز به راه حل قطعی در این زمینه نرسیده و این طور به نظر می‌رسد که جهان فوتبال با یکی از بزرگترین چالش‌هایش مواجه شده. مجید نوریان و جزئیات بیشتر. سوپر لیگ اروپا، لیگی بزرگ فقط برای باشگاه‌های بزرگ اروپایی، لیگی که قصد دارد جای لیگ قهرمانان اروپا را بگیرد، اما از لحاظ مالی و تصمیم گیری تنها در انحصار باشگاه‌های متمول باشد. این 6 باشگاه بزرگ لیگ برتر انگلستان به همراه 3 باشگاه اسپانیایی و 3 باشگاه ایتالیایی برای شروع این لیگ پر سر و صدا به توافق رسیدند. زمان برگزاری مسابقات دقیقاً شبیه به بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا است. تیم‌های سوپر لیگ دائمی خواهند بود و هیچ تیمی دیگری جایگزینشان نمی‌شود. یوفا در برگزاری این لیگ دخالتی ندارد. کنفدراسیون فوتبال اروپا، لیگ برتر انگلستان و حالا برخی از سیاستمداران هم با آن مخالفت کردند. ما به همراه نهادهای فوتبالی تمام تلاشمون رو خواهیم کرد تا سوپر لیگ به این صورتی که برنامه ریزی شده برگزار نشه.
این خبر خوبی برای طرفداران فوتبال نیست. برای خود فوتبال هم چنین خبری خوب نیست. حتی برای باشگاه‌های بزرگی که در دنیا طرفداران زیادی دارند. موج بزرگ مخالفت ارگان‌های فوتبالی با سوپرلیگ اروپا با بیانیه محکم یوفا آغاز شد. یوفا امروز پس از جلسه اقدام باشگاه‌های بزرگ برای برگزاری سوپرلیگ را قویاً محکوم کرد. یوفا پس از تشکر از فوتبال فرانسه و آلمان که تیم‌های بزرگشان به سوپرلیگ ملحق نشدند، ادعا کرده تمامی بازیکنانی که در این لیگ شرکت کنند را از حضور در تمامی رقابت‌های باشگاهی اروپایی و ملی محروم خواهد کرد. ما مجبور شدیم در مورد این موضوع دوباره صحبت کنیم. ورزش و تمامی رقابت‌ها باید در صورتی برگزار بشه که همه تیم‌ها به صورت عادلانه در اون رقابت کنند. همه تیم‌ها در شرایط مختلف باید امکان حضور یکسان تو مسابقات رو داشته باشن. این موضع ما رو در مورد سوپرلیگ مشخص می‌کنه. من فکر می‌کنم این یک زلزله در فوتبال اروپا و انگلستانه. من کاملا مخالفم و میشه حد زد چه کسانی مخالف و موافقند. این لیگ هرم فوتبال رو ویران می‌کنه. پس از همه‌گیری کرونا و عدم حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها، بسیاری از باشگاه‌های اروپایی خبر از ضررهای مالی هنگفت دادند. شاید این صندلی‌های خالی در یک سال گذشته مالکان متمول باشگاه‌ها را بران داشته تا فکری نو در اندازند. درآمد لیگ قهرمانان اروپا از حق پخش تلویزیونی سالانه بیش از 4 میلیارد یورو است. درآمدی که از امسال بین 32 تیم تقسیم خواهد شد. در حالی که سوپرلیگ می‌تواند بیش از 4 میلیارد یورو تنها برای 20 باشگاه برمغان داشته باشد. اما فوتبال بدون حضور تماشاگران روح ندارد. فوتبال عشقی است که اگر هواداران احساس کنند یک طرفه شده، باشگاه و خاطراتش را در پس ذهنشان برای همیشه دفن خواهند کرد. جنگ سوپرکاپ، جنگ بین باشگاه‌ها و تصمیم‌گیران فوتبالی دنیا بر سر پول و قدرت است. هر طرف که در این جدال پیروز شود، قطعاً طرفداران بزرگترین بازنده آن خواهند بود. همکارم رضا محدث از مقابل استادیوم تاتنهام به ما پیوسته. خوش اومدی به برنامه امروز. رضا، چند ساعت سر کار نبودیم، انقلاب شد تو فوتبال. بیشتر توضیح بده، امروز جلسات مختلف داشتن اتحادیه‌های فوتبال در کشورهای مختلف، یه ماراتونی در راهه. معلوم شد اصلا چه سیاستی قراره در پیش بگیرن با این انقلاب فوتبالی؟ شرار انقلاب، جنگ داخلی بین باشگاه‌های به هر حال میشه گفت متمول، همونطور که مجید تو گزارشش گفت، و اتحادیه‌ها و لیگ‌های فوتبال در نقاط مختلف اروپا به ویژه اسپانیا، ایتالیا و انگلستان که کشورهاشون شنیدیم ملحق شدن. 12 تا از باشگاه‌های متمول و ثروتمند متحد اومدن و این سوپرلیگ اروپا رو تشکیل دادن. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا امروز جلسه تشکیل قرار بود بده روز دوشنبه، وعده داده بود که پرده برداری خواهد کرد از شیوه جدید برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان اروپا، اون رو تبدیل قرار بود بکنه به 36 تیم. این کار رو انجام داد، اما اون چیزی که این جلسه رو تحت الشعاع قرار داده بود، شراره و بینندگان، اون اتفاقی بود که با خستین دقایق بامداد امروز افتاد و اون تشکیل سوپرلیگ اروپا بود. الکساندر چفرین به شدت واکنش نشون داد، تقریبا میتونم بگم از خجالت مدیران باشگاهی، باشگاه‌هایی که عضو این در حقیقت سوپرلیگ شدن، حسابی در اومد. آقای چفرین گفت من 24 سال وکیل جنایی بودم در کارم و چنین آدم‌هایی را ندیدم. مثالی زد به اد وودوارد، مدیر اجرایی باشگاه منچستر، و گفت من پنجشنبه گذشته با اد وودوارد صحبت کردم و او قول داد که از طرح 36 تیمی شدن لیگ قهرمانان اروپا حمایت بکنه، در صورتی که او پیش از این زیر برگه دیگه ای رو امضا کرده بود. شراره، باید بهت بگم که در پاسخ به سوالی که گفته بود که آیا بازیکنان از حضور در یورو 2020، میدونیم 2 ماه دیگه شروع میشه، آیا محروم خواهند بود، و اون گفتش خیلی زوده برای اینکه این جواب رو من به شما بدم. با وکلای اتحادیه فوتبال اروپا سخت در تلاش هستیم تا سنگین ترین تحریم ها و بیشترین محرومیت ها رو برای این تیم ها و بازیکنانی که در این در حقیقت تورنمنت شرکت میکنند در نظر بگیریم. شاید بتونیم در یک کلمه شرر بگم که فقط و فقط پول بیشتر باعث میشه که این اتفاق بیفته. رضا، به تحریم ها اشاره کردی که خیلی هم جدی دارن راجبش صحبت میکنن و این تیم هایی که الان اومدن عضو سوپرلیگ شدن بسیار پرطرفدارن. نظر طرفدارا چیه راجب این اقدام تیم های محبوبشون؟
چرا به طور واقعا تقریبا میتونم بگم با اکثر کسایی که من اینجا دیدم یا طرفدارای دیگه‌ای که در رسانه‌های مختلف نگاه میکنن هیچ کسی موافق این طرح نیست. طرفدارانی که اینجا بودن در بیرون ورزشگاه تاتنهام میگفتن که این اتفاق باهاش مخالفیم، ولی به هر حال تیم ماست. اگر رئال مادرید بیاد اینجا در این ورزشگاه با تاتنهام بازی بکنه ما چاره‌ای نداریم، خواهیم اومد و این بازی رو خواهیم دید. بعد از اون بارسلونا میاد و ما میایم اینجا رو میبینیم. ولی در کل با تمام و سیاست این سوپرلیگ جدید تمامیت و در حقیقت این تورنمنت جدید سوپرلیگ اروپا کاملا مخالفن. ممنونم از تو همکارم رضا محدث از مقابل استادیوم تاتنهام. اما مهمان دیگری هم داریم، میکی امروز، بازیکن پیشین تیم چلسی از لندن. خوش اومدیم به برنامه امروز. اگر این سوپرلیگ شروع به کار بکنه و پیش ببره بازیهاش رو، فکر میکنین چه تأثیری داشته باشه روی فوتبال جهان، به ویژه تیمهای فوتبال و لیگهای محلی؟ اعلام راه اندازی سوپرلیگ با 6 باشگاه از انگلستان، 3 باشگاه از اسپانیا و 3 ایتالیا واقعا شوکه کننده بوده برای طرفداران، برای همه مردم، برای عموم مردم، عموم طرفداران فوتبال در تمام جهان، چون فوتبال بزرگترین و پرطرفدارترین ورزش دنیاست. زنان، مردان، همه طرفدار این ورزش هستن. عده زیادی نگاه میکنن مسابقات رو و این اتفاق واقعا مایه شرمساریه. هیچ رایزنی صورت نگرفته. برای مثال با لیگ دست اول انگلستان یا بقیه لیگ‌های مهم اروپا و چند تا باشگاه دور هم جمع شدن و تصمیم گرفتن که میخوان به تنهایی این کار رو بکنن. و خودشون تنهایی تصمیم گرفتن. قبل از اینکه من به اینجا دعوت بشم داشتم دنبال بیانیه میگشتم از کسانی که راه‌اندازی کردن این سوپر لیگ رو، ببینم بیانیه دادن، توضیح ارائه دادن که چرا دارن این کار میکنن. توی روزنامه‌ها یا در فضای عمومی هیچی پیدا نکردم. تنها چیزی که پیدا کردم این بوده که 5 میلیارد پوند یا یورو پول براش جلب شده. واقعا سوال اینجاست که این پول به کجا میره؟ در طول همه‌گیری کرونا همه دنیا به خاطر همه‌گیری آسیب دیده، رنج دیده و الان وقت اینه که خانواده فوتبال دور هم جمع بشن، در کنار هم بیستن و کمک بکنن به باشگاه‌های کوچکتر، به لیگ‌های محلی. آرزوی خیلی از پسرها و دخترهاست که بازی بکنن و در این مسابقات باشن و مسابقات رو ببینن. ما خیلی ها نتونستن عزیزانشون در تمام این مدت‌ها ببینن به خاطر این قواعد، ولی 22 بازیکن اجازه پیدا میکنن که بیان با هم بازی بکنن. و بنابراین در جواب سوال شما، به نظر من واقعا یک تودهنی بوده برای تمام طرفداران فوتبال و واقعا مایه شرمساری و ناراحتیه. آقای امروز، اگر این بازیکنان تحریم بشن از طرف یوفا و فیفا، به معنای واقعی میشه گفتش که آیا واقعا این به معنای خداحافظی از تورنمنت هایی مثل جام جهانی در آینده خواهد بود؟ بیانیه های فیفا، پریمیر لیگ و جای دیگر دیدم، حتی پرنس ویلیام هم که رئیس قدیمترین سازمان نظر بر ورزش، بر ورزش فوتبال هست که 150 خورده سال پیش تأسیس شده، یک بیانیه ای داد و گفت که ما باید از جامعه فوتبالی محافظت بکنیم. من هم میخوام همین رو تکرار بکنم، همین چیز رو که پرنس ویلیام گفته تایید میکنم. نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون هم همچنین گفته که این اتفاق خوبی برای فوتبال و برای جامعه فوتبالی نیست. حالا سوال اینجاست که دیدم بیانیه‌هایی داده شده که فیفا منع میکنه بازیکنان که در سوپر لیگ مشارکت بکنن و طبیعتاً امشب احتمالاً شاید بدونید که یک اعتراضاتی میخواد انجام بگیره، یک بازی هم همین ساعت 7:30 عصر در انگلستان برگزار میشه و طرفداران هر دو تیمی که توی مسابقه شرکت دارن میخوان دور هم جمع بشن، به هم بپیوندن و اعتراض بکنن به تصمیم گرفته شده در رابطه با سوپر لیگ و ابراز بکنن ناراحتی که در همه دنیا وجود داره. بازیکنانی که قرارداد دارن و باید برای این باشگاه بازیکنان رو باید بهشون فکر کرد. اگر فیفا، تمام این سازمان ها میگن که میخوان کاری بکنن،
معنیش اینه که میتونه روزهای تاریکی برای فوتبال در آینده در پیش روی ما باشه. ممنونم از شما. میکی امبروز، بازیکن پیشین تیم چلسی از لندن. چند کام و بعد سرخوشی و بیخیالی. ماری جوانا، گراس یا علف هر کجا نامی دارد و در اکثر کشورهای جهان غیرقانونی است. اما این گیاه که محبوب خیلی هاست، بازارش داغ است و کشورها از تعقیب و گریز متخلفان آن به تنگ آمدند. در بسیاری از کشورها تولید و مصرف ماری جوانا به ویژه برای مصارف درمانی آزاد شده. در کانادا هم کاشت و عرضه صنعتی ماری جوانا قانونی شده، اقدامی که تا حدی دولت کانادا را از دست قاچاقچیان بزرگ ماری جوانا راحت کرده. مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر. قبل از اینکه محصولات کانابیس به مغازه‌های قانونی در کانادا برسند، گیاه ماری جوانا به کارخانه‌های منتقل میشه که طی یک عملیات پیچیده و کاملا استریل به فرم‌های مختلفی تبدیل بشن. این گیاه که قبلا آزمایشات مختلف کیفیتی رو پشت سر گذاشته، حالا در دستگاه‌های تصفیه و عصاره‌گیری میشه. برای جلوگیری از ورود آلودگی به این کارخانه، باید قبل از ورود به قسمت‌های مختلف لباس مخصوص پوشید و از اتاق هوا عبور کرد. در این مجموعه بیش از 200 نفر سه شیفت کار می‌کنند. کاری که سالهای سال بدون هیچ ابزار تخصصی انجام می‌شده در این کارخونه با کلی وسایل پیچیده داره انجام میشه. اینجا تازه اولین مرحله از تبدیل گیاه کنابیس به روغن خام هستش که بعد از این حالا مراحل خیلی زیادی داره تا محصول نهایی به دست بیاد. بعد از تصویب قانونی شدن ماری جوانا در کانادا، عده زیادی که در بازار سیاه در کشت و مصرف ماری جوانا تجربه داشتند به کشت قانونی این گیاه روی آوردند. اما کاری که کسی تجربه آن را نداشت، جنبه علمی آن بود. چیزی که به گفته افشین، یکی از مدیران و بنیانگذاران کارخانه کاناپیس، کاملا بر اساس علم شیمی استواره. تمام پروسه‌ای که انجام میشه، عرض کردم خیلی شبیه پالایش نفت میمونه. خیلی هم دیتیل تر، چون نفت رو شما نمیخورین، اینو چون قرار استفاده کنین وارد بدنتون بشه، خیلی خیلی استانداردهای سطح بالایی داره. دستگاه ها همشون باید از نظر تمپریچر، از نظر حرارت، سرما، فشار دستگاه، همه اینا باید تنظیم بشه تا به اون پروداکتی که میخواین برسین. واسه همین کاملا چیز علمی هستش و تعداد زیادی نیرو لازم داره، دستگاه های بسیار دقیقی نیاز داره. ما تو این 50,000 اسکوئر فیت تقریبا نزدیک 45 میلیون دلار خرج کردیم تا تونستیم این فسیلیتی رو راه بندازیم. با اینکه با شنیدن نام ماری جوانا بیشتر جنبه تفریحی اون تداعی میشه و عمده مصرف ماری جوانا در کانادا هم تفریحیه، اما در گیاه ماری جوانا بیش از 500 ماده شیمیایی وجود داره که این گیاه رو در صنعت داروسازی بسیار ارزشمند میکنه. تای ذهن ما هست که اگه کسی گوشه خیابون داره یه جوینت میکشه، حتما فقط برای تفریح داره میکشه، ولی اون یکی از راه‌های استفاده از این پروداکته. ولی هرچی داریم میریم جلوتر، داره تبدیل میشه به این که یه ویپ پیششون باشه، دو تا پاف بزنن به اون نیازی که دارن. حالا نیاز میتونه رفع استرس باشه. خیلی از آدما، خیلی از اونایی که دارن ریکریشنال یا تفریح میکشن، به خاطر این وارد شدن که استرس داشتن و این باعث میشه استرسشون رو کنترل کنن. با وجود نگرانی مردم و حتی دولت کانادا از سوء مصرف کانابیس توسط نوجوانان در صورت قانونی شدن عرضه ماری جوانا، این قانون در اکتبر 2018 با هدف درآمدزایی برای دولت از محل مالیات و کنترل کارتل‌های مواد مخدر تصویب شد. سن قانونی خرید ماری جوانا در کانادا 19 سال است. جورج که یک مغازه محصولات ماری جوانا رو اداره می‌کنه، میگه کانابیس قانونی تونسته خشونت رو در این بازار پرتنش کنترل کنه. متاسفانه اعمال مجرمانه تونسته بازار سیاه رو کنترل بکنه. ما همه میدونیم که این موضوع عواقب بدی داره و به همین دلیل در بازار قانونی کانابیس رفتارهای مجرمانه تونسته کنترل بشه. نه به طور کامل، اما تا حدودی بهتر از قبل شده. با اینکه کانادا با جرم‌زدایی از محصولات کانابیس مافیای ماری جوانا را تا حدی کنترل کرده، اما ممکنه در کشورهای دیگه مثل مکزیک با کارتل‌های مواد مخدر خطرناک و خشن این الگو صادق نباشه. مهسا مرتضوی، ایران اینترنشنال، تورنتو.
بعد از 7 سال جنگ و خشونت، سالن قدیمی تئاتر موسل با نوای موسیقی و شور تماشاچیان از خاکستر برخاست. جوانان استان نینوا در عراق گرد هم آمدند تا پس از سالها سالن ربیعی را با یک اجرای زنده بازگشایی کنند. نوازندگان و هنرمندان عرب بعد از 2 ماه تمرین مردم شهر موسل را به یک اجرای زنده دعوت کردند. ساعتی برای فراغت از هیاهو و مشکلات این شهر جنگ زده. مصدق پارسا گزارش میده. صدای ساز و زندگی پس از سالها سکوت مرگبار جنگ. سالن تئاتر ربیعی در شهر موسل عراق که در جریان جنگ های این کشور ویران شده بود، حالا پس از 7 سال با ساز و ترانه بازگشایی شده. نام این سالن تئاتر در عربی به معنای بهار است. حالا با نخستین اجرا در اینجا پس از سالها خاموشی، گروه موسیقی الوتار در میان استقبال گسترده ساکنان این شهر، بهار دیگری در تاریخ هنری موسل رقم زده. مسرح ربیع هو یشکل تئاتر ربیعی نمادی از تاریخ شهر موسل، شهره به خاطر نمایش‌ها، اپراها و هنرمندان معروف. انتخاب این تئاتر پیامی برای تمام جهان بود که موسل یک تاریخ هنری، فرهنگی، تمدنی و موسیقیاییه. اجرای امروز در این سالن بهترین نشونه از اینه که این شهر هنرمندان جوان زیاد و با ظرفیتی داره. این سالن تئاتر در سال 1345 خورشیدی توسط یک شرکت ژاپنی ساخته شد. سالنی درجه 1 با امکان دیدن و شنیدن امسان برای تماشاچیان، چه در ردیف اول و چه در ردیف آخر. تئاتر موسل در سال 93 خورشیدی در جریان جنگ‌های عراق و ایران و دیگر صدایی از آن شنیدن نشد. حالا پس از بازگشایی و کنسرت گروه الوتار، ستارگان نمایش‌های هنری عربی و بین‌المللی نیز در این تئاتر به رقص، بازی و نمایش پرداختند. ما امیدواریم که روزهای صلح‌آمیز ادامه پیدا کنه و ما بتونیم در چنین برنامه‌هایی شرکت کنیم و دست به دست هم بدیم تا استانداری خود را به بهترین شکل به نمایش بذاریم. نزدیک به 2 دهه جنگ در عراق، صداهای زیادی را خاموش کرد. آنچه از این کشور شنیده می‌شد، صدای موشک بود و گلوله. حالا اما صدای این سازها یک بار دیگر امید به زندگی دوباره را نه تنها در موسل که در سراسر عراق پخش می کند. مصدق پارسا، ایران اینترنشنال. ممنون از همراهیتون. تا امروز دیگه، وقت خوش.